سلام دوستان، من دیبا هستم و در این ویدیو میخوام راجع به استرس و راه‌های مدیریتش صحبت کنم. وقتی که دچار استرس میشیم به دو شیوه میتونیم باهاش برخورد کنیم. شیوه اولینه که سعی میکنیم از احساساتمون دوری کنیم و حواسمون رو با یه سری رفتار ناسالم پرت کنیم، مثل پرخوری عصبی، سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و غیره. راه دوم اینه که سعی کنیم با استرسمون روبرو بشیم و مدیریتش کنیم، که من میخوام راه حل‌هایی راجع به همین موضوع رو بهتون ارائه بدم. هدف داشتن برای شما یه آرامش خاص به همراه داره، چون میدونید که مسیر زندگیتون رو چطور باید طی بکنید و وقتی هم که دچار استرس بشید خیلی زود میتونید از دستش راحت بشید و تمرکزتون رو روی هدفتون برگردونید، چون یه کاری برای انجام دادن دارید. وقتی در رابطه یا مکانی هستید که دائما شما رو دچار استرس میکنه و برای شما سمیه، تمام تلاشتون رو برای خارج شدن از اون موقعیت به کار بگیرید و یادتون باشه که باید از آدمهای سمی دوری کرد. جملات منفی فقط استرس شما رو بیشتر میکنه. اونها رو به جملات امیدوار کننده تغییر بدید. مثلا به جای اینکه بگید چرا همیشه اتفاقای بد برای من میفته، بگید من میتونم یه راه حل پیدا کنم که از این وضعیت بیرون بیام. کارهایی رو انجام بدید که از انجام دادنشون لذت میبرید، مثل پیاده روی کردن تو هوای باز یا طبیعت، مثل نقاشی کردن، مثل گوش کردن به موزیک های آرامش بخش یا دیدن برنامه مورد علاقت توی تلویزیون. مدیتیشن شما را از شر افکار منفی و نگرانی های گذشته یا آیندتون راحت میکنه و حضور در لحظه رو بهتون هدیه میده. همچنین ضربان قلب و فشار خونتون رو کاهش میده که باعث بهبود استرس میشه. تمیز و خلوت بودن محیط اطرافتون میتونه یکی از دلایل آرامش روانی شما باشه و جز اون با انجام کار فیزیکی تمیزکاری شما ذهنتون رو مجبور میکنید که تغییر رویه بده و راحت تر دست از سر نگرانی ها و استرساتون برداره. آب بنوشید و دوش بگیرید. آب ولرم میتونه کمک بکنه که نه تنها بدنتون بلکه ذهنتون هم آروم بشه و همچنین بوهای شیرین شامپوها و صابونها با یه سری فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ما حس خوب آزاد میکنه. نوشتن به ذهن شما نظم میده و آرومتون میکنه. نوشتن افکار و احساساتتون به شما اجازه میده که منطقی تر با مشکلات برخورد کنید و احساسات منفیتون رو کنار بذارید. اینکه همزمان بخواید تعداد زیادی کار انجام بدید همیشه باعث میشه که استرس بیشتری بگیرید. بنابراین همیشه بر روی یک کار تمرکز بکنید، نه بر روی کل لیستی که باید انجام بدید. در آخر باید بگم از خودتون با ورزش کردن و سالم غذا خوردن مراقبت کنید. ورزش کردن هورمون اندورفین که به هورمون شادی معروفه رو در بدنتون آزاد میکنه و حال بهتری بهتون میبخشه و چون استرس بر روی جریان و فشار خونتون تاثیر میذاره، با خوردن غذاهای سالم که شامل اومگا 3 و ویتامین ای هستن، مثل شکلات تلخدانه، چیا گردو و غیره، جریان خونتون بهبود پیدا میکنه و در نتیجه استرستون کم میشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و همچنین نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسید.